تصدیق کردن اثر جوابهای شطور را و اقرار کردن به فضل او بر خود و از او استعانت خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق و نواختن شطور او را و رهنمودن و یاری دادن پدرانه و شاهانه. گفت استر: راست گفتی ای شطور. این بگفت و چشم کرد از اشک پر. ساعتی بگریست و در پایش فتاد. گفت ای بگزیده ی رب العباد، چه زیان دارد گر از فرخوندگی در پذیری تو مرا در بندگی؟ گفت چون اقرار کردی پیش من، رو که رستی تو ز آفات زمن. دادی انصاف و رهیدی از بلا، تو عدو بودی شدی زهل ولا. خوی بد در ذات تو اصلی نبود، کز بد اصلی نیاید جز جهود. آن بد عاریتی باشد که او، آرد اقرار و شود او توبه جو. همچو آبدم ذلتش عاریه بود، لاجرم اندر زمان توبه نمود. چون که اصلی بود جرم آن بلیس، ره نبود از جانب توبه نفیس. رو که رستی از خود و از خوی بد، و از زبانه نار و از دندان دد. رو که اکنون دست در دولت زدی، در فکندی خود به بخت سرمدی. ادخلی تو فی عبادی یافتی، ادخلی فی جنتی در بافتی. در عبادش راه کردی خیش را، رفتی اندر خلد از راه خفا. اهدنا گفتی صراط مستقیم، دست تو بگرفت و بردت تا نعیم. نار بودی نور گشتی ای عزیز، قوره بودی گشتی انگور و مویز. اختری بودی شدی تو آفتاب، شاد باشد الله اعلم به ثواب. ای ضیاء الحق حسام الدین بگیر، شهد خیش اندر فکن در حوض شیر. تا رهد آن شیر از تغییر طعم، یابد از بحر مزه تکثیر طعم. متصل گردد بدان بحر الست، چون که شد دریا زهر تغییر رست. منفذی یابد در آن بحر اصل، آفتی را نبودن در وی عمل. قرهی کن شیروار شیر حق، تا رود آن قره بر هفتم طبق. چه خبر جان ملول سیر را، کی شناست موش قره شیر را. برنویس احوال خود با آب زر، بحر هر دریادلی نیکو گوهر. آب نیل از این حدیث جانفزا، یا ربش در چشم قبطی خون نما.